بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین یا فتاح و یا علیم. عزیزان و مؤسل، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم با سلسله درس جدیدی از درس های حقوق وجایب یک که درس نهم موضوع شما هست. از سلاید فعلی چون در درس های گذشته هم تکرار شده میگذاریم، میریم سراغ سلاید بعدی. ما در درس نهم یا هفته نهم قرار داریم عزیزان، و در این درس تلاش میکنیم که وسایل اظهار اراده خدمت شما بحث و بررسی بگیریم. قبلا گفتیم که اراده ها معمولا در نهاد انسان و در درون انسان هست، قصد انسان و اراده انسان در ذهن از او و در مافی ضمیر او هست، و به خاطر اینکه آثار حقوقی بر اراده ها مرتب بشه، اگر انسان وظیفه داره که اراده خود در مرحله ظهور برسانه. در درس امروز انشاءالله میبینیم که یک نفر چگونه میتونه که اراده باطنی خود را با استفاده از چه وسایل به مرحله ظهور برسانه. پس بحث ما وسایل اظهار اراده هست. اهدافی که ما در درس داریم اینه که یکی اینه که دانشجو بدانه که برای اظهار اراده وسایل وجود داره که باید مورد استفاده قرار بگیره. بدون این وسایل نمیشه کسی اراده خود را ابراز بداره. یکی دانشجو با وسایل ابراز اراده در مطابق قانون آشنا بشه، بدانه که دیدگاه های فقه های اسلام و قانون مدنی و در مورد وسایل ابراز اراده چی می باشه. البته وسایل ابراز اراده خدمت شما عرض کنم گفتار، نوشتار و اشاره مفهوم است که اینا باز خدمت شما در امو محل از او هر کدام به شکل واضح بیان می داریم. و ای که یک دانشجو معذرت و این که دانشجو بتوانه با استفاده از وسایل ابراز اراده اراده خود ابراز بداره و اظهار کنه و به دیگران هم راهنمایی کنه، کسی که مثلا در دل خود در باطن خود اراده داره او راهنمایی کنه به او بگه که چی رقم علمی اراده خود در این شخص با همه ظهور و آشکار شدن برسانه که بر او بتانیم ما آثار حقوقی مرتب بسازیم. چون قبلا به خدمت شما عرض کردیم که نیاز هست تا ما به اصطلاح اراده باطنی خود را تبدیل کنیم به اراده ظاهری و او ابراز بداریم. هر گاه ابراز داشتیم بر او آثار حقوقی لازم مرتب میشه. خب میریم سراغ وسایل ابراز اراده. طوری که شما عزیزان گرامی در سلایدی که خدمت شما هم اکنون نمایش داده میشه ملاحظه میکنید، وسایل ابراز اراده عبارت است از گفتار، نوشتار، اشاره که البته ما اشاره مفهوم است، داد و ستود و همچنان سکوت که منظور از سکوت هم سکوت معنیدار هست. ما انشاءالله تمام اینا خدمت شما به بحث و بررسی میگیریم و توضیح میدیم. فقط در اندازه به عنوان یک فهرست این خدمت شما در این سلاید ارائه شد که وسایل ابراز اراده همین از گفتار، نوشتار، اشاره، داد و ستود و سکوت. خب بریم به توضیح هر یک از این موارد. شرح وسایل ابراز اراده یک، یعنی قسمت اول، ما گفتار داریم و نوشتار داریم در این سلاید. گفتار شایع‌ترین وسیله برای ابراز اراده باطنی گفتاره. همه از زبان خود کار میگیرن برای ابراز اراده باطنی خود، برای ابراز مافی ضمیر خود. همه هر کس که گپی میزنه در حقیقت اون چیزی که در دل او هست اون مرحله ظهور میرسانه، اون تبارز میده به وسیله گفتار. و خدای تعالی زبان را که آفریده به خاطر همین مثال آفریده، به خاطر اینکه انسان ها بتانند به اصطلاح با استفاده از زبان مکنونات مافی ضمیر خود را به مرحله ظهور برسانند. دیگه که گفتار وسیله بسیار سهل و آسانه، خیلی به سادگی آدم میتونه به زبان خود چیزی که به دل انسان هست بگه. مصرف نداره، برق مصرف نمیشه، او مصرف نمیشه، انرژی دیگه که پول قیمت داشته باشه یا پول خرید و فروش بشه مصرف نداره. هر انسان میتونه از زبان خود و از گفتار خود برای ابراز اراده باطنی خود استفاده کنه و هیچ محدودیتی هم در این باره وجود نداره.
منازعه آفرین نیه، معمولا واضح میگیم که من امی مطهر هستم، میخورم یا نه، قبول کردم یا نکردم. و در مسئله نکامیه که قبول خواستم و قبولش کردم یا نخواستم و قبولش نکردم. خب وقتی که گفته شد کاملا واضحه دیگه، جنجاری در اینجا به وجود نمیایه به توسط گفتار. خوبه که انسان همیشه از گفتار برای ابراز اراده خود استفاده کنه. بهترین وسیله همون وسیله گفتار است، مگر اینکه در یک جای انسان قرار میگیره که از گفتار استفاده نتونه بکنه، مثلا دور باشن طرفین از هم، نیازمند نامنگری و ایمیل و ایمیل بازی باشه، که همون هم ما ترجیح میدیم حالا که وسایل ارتباطی زیاد شده، همون هم خوبه که به هم دیگر خود از طریق آواز و صدا و گفتار یا زنگ بزنن یا ساوند صدا رای کنن، وایس مسیج یا مسیج های صوتی بفرستن، تا ای که مکنونات حفظ ضمیر برای هر دو طرف به گونه واضح و آشکار بیان بشه و بتونن که بر او آثار حقوقی مرتب بدنن. الفاظی که ما از اونها استفاده میکنیم در گفتار باید با صیغه ماضی باشه، یعنی گذشته باشه. مثلا دادم برای تو، بخشیدم برای تو. اگر بگم میدهم یا میبخشم، تو آینده اراده باشه باز نمیشه دیگه، معلوم نیست که ما میدیم یا میبخشیم، بس باز جداگانه است. و اگر مضارع هم استفاده میشه باید اراده حال باشه. مضارع دو احتمال داره، یکی اراده حال و یکی اراده مستقبل. مضارع دو معنا داره، معنای حال یا دو زمان داره، زمان حال و زمان استقبال. اگر از الفاظ مضارع استفاده کرد اراده حال داشت گپ نیه، اما اگر اراده مستقبل داشت باز وقت تفریق نمیشه. به عنوان مثال ما میگیم که مثلا خوبه مطر برای تو میدم، میدهم مطر را برای تو میدهم، حال صیغه مضارع هست، اما معلومه که چون در مجلس عقد شیشته یک قرائن کافی وجود داره که منظور از این امی حال اراده داره و این در حقیقت با گفتن همین گپ میخواد که همین حالی معامله به انجام برسه، چون این مضارع اگر باشه اشکال نداره. اظهار اراده به صیغه امر نزد احناف جایز نیه، اما جمهور و قرآن مدنی میگن به صیغه امر هم میشه که اراده به ظهور برسه، چون کسی که امر میکنه معلوم هست که یک اراده داره به ذهن خود. بنابراین احناف چون میگن واضح نیست امر ماضی و مضارع که اراده حال باشه در او نیست، به او اثر مرتب نمیشه، اما قرآن مدنی و جمهور فقها میگن میشه. طبیعتا قرآن مدنی در اینجی طوری که دیدیم از نظر جمهور فقها تبعیت و پیروی میکنه. ما در کنار گفتار نوشتار رو داریم که نوشتار هم فعلا کاربرد بسیار بسیار زیاده داره و قانون مدنی ما شما در ماده 509 خود نوشتار از وسایل ابراز اراده برشمرده و گفته که از جمله وسایل ابراز اراده یک نوشتار است و نوشتار به عنوان پذیرفته و قواعد فقهی هم ما در این باره داریم که میگه الکتاب و کالخطابه، کتاب نوشته مانند خطاب است، یعنی نوشته مثل گفتاره، حکم گفتار داره. در نظرگاه فقهای اسلام نوشتن و گفتار هر دو یک حکم داره و هر دو بر او آثار حقوقی که توافق بر او صورت گرفته مرتب میشه. بنابراین نوشتار هم مثل گفتار هست. شرطه که نوشتار از فریب و تزویر خالی باشه و کاملا واضح و آشکار باشه، یعنی الفاظی که در اونها فریبکاری باشه، تزویر باشه، احتمال پنهانکاری باشه، لفاظی های فریبکارانه، دروغ های پردازش شده باشه، اعتبار نباشه، بلکه کاملا واضح و آشکار باشه. مثلا گفته شده که من این موتر را در بدر مبلغ 2 لک افغانی برایت فروختم، هر میتر واضح بگه من مترار برای تو مثلا باز بخیر فروختم، یعنی این رقم یک آلت بگه که مفهوم نباشه و احتمال فریبکاری و تزویر در او باشه و یا یک نوع غموز و لبس و خفا داشته باشه، باز وقت
مدار اعتبار نیست، باید واضح و آشکار باشه. و شرط که مرسل الیهی در مجلس وصول نامه قبول خود را ابراز بداره. یعنی وقتی من نامه نوشته میکنم که نامه رسید برای شخص، شخص بگه برای من قبول دارم، شخص همون لحظه باید بگه من قبول دارم. که گفت من قبول دارم خلاص منعقد میشه، اگر گفت قبول ندارم منعقد نمیشه. اگر نامه به او رسید و خواند و ابراز نداشت و سر چهار روز بعد باز وقت قابل قبول نیه، باید که در مجلس عقد حیانه خود در او بگم. عقد نکاح با سایر عقود تفاوت داره. این عقد نکاح با کتابت منعقد نمیشه، باید که این حضوری و طرفین با الفاظ ایر بسته کنند، بخاطر که در اونجا شهودی باید باشه که اونا استماع کنن نظر امی کی، نظر دختر و نظر بچه بشنون که باز به او شهادت بدن. به این جهت فقهای ما میگن که نکاح سایر عقود میشه که با نوشتار هم منعقد بشه، ولی نکاح حتما باید با گفتار منعقد بشه و با گفتار صورت بگیره. یکی دیگر از وسایل ابراز اراده اشاره مفهومه است، اشاره است. البته اشاره در جهان معاصر در تمام زمینه ها کاربرد وسیع داره. ما شما همیاره ببینیم که همین اشارات ترافیکی از یک شهر به یک شهر بگم، مثلا کشور ما اگر داره در کشورها تا به همونجا میرسیم شما رو هی لوحه ها برای شما گپ میزنه، سرعت خود کم کن، سرعت خود زیاد کن، به این مسیر حرکت کن، اینجی توقف ممنوعه، اینجی پوله، اینجی هشی سرکه، اینجی پیچ خطرناکه، اینجی سرقت ممنوعه، اینجی میتونی سرقت بگیری، اینجی باید تیز بری، اینجی باید آروم بری. تا به همون شهر میرسی هی میبینی اشارات ترافیکی با تو گپ میزنن و این کاربرد بسیار زیاد داره. قانون مدنی ما شما هم در ماده 509 خود اشاره رو به عنوان یک از وسایل ابراز اراده پذیرفته و قبول کرده. عرف هم میپذیره اشاره ها رو. شما ما در زندگی روزمره خود خیلی از اشاره کار میگیریم، ولی بیشترین کاربرده که اشاره داره در مورد اشخاص گنگ هست، کسانی که گپ زدن نمیتونن، بیشترین کاربرد در مورد اینها داره. طبیعتا کسی که زبان داره خوب زبان خود میگه، کسی که اشاره میکنه حتما از زبان استفاده کرده نمیتونه. در نظر احناف اشاره فقط از گنگ‌ها قابل قبوله. ماده از 174 مجلات الاحکام هم در همین امر حکم کرده که اشاره از یک اخرس یا گنگ قابل قبول هست، نه از یک انسان سالم. کسی که زبان داره به زبان خود باید ابراز بداره، دیگه نمیشه که او اشاره کنه. کسی گنگه میتونه اشاره کنه و هم اشاره مفهومه باشه. فقهای مالکی میگن اشاره رو به عنوان یک از وسایل ابراز اراده مطلقا میپذیرن، خاگون باشه یا نباشه فرق نمیکنه. و قانون مدنی ما به شما هم از همین مذهب مالکی پیروی کرده. یعنی چی؟ یعنی فقهای حنف میگن اشاره فقط از گنگ قابل قبول است. مذهب مالکی و قانون مدنی به طبع مذهب مالکی قائل به این هستند که اشاره هم از انسان گنگ قابل قبول است و هم از انسان گویا، هم ناگویا و هم گویا اگر چیزی اشاره کردن اشاره ناقبول است. ولی در مجموع اشاره باید مفهوم باشه. مفهوم یعنی در امون حد عرف و عادت باشه که هر کس بتانه بفهمه و او درک کنه. ما به شما امروز رشته هایی داریم که در اون رشته تعلیم داده میشه، اشاره هایی که معمولا به انسان های ناشنوا و ناگویا صورت بگیره. که اگه دیده باشیم در گوشه تلویزیون شما وقتی خبر میخونه یک آدم خوردنیه با اشاره درس دست میمه که مثلا این فجار صورت بگیره که داده کشته شدن یا زخمی شدن و از این قبل حرفای دیگه. یک دیگه از اشاره ها داد و ستود هست. به داد و ستود در اصطلاح فقهی تعاطی میگن. برخی از فقها در مورد این داد و ستود و تعاطی دیدگاه های سخت‌گیرانه دارن، قبول ندارن داد و ستود، میگن که این واضح نیست، منجر به منازعه میشه، بنابراین خوب است که به داد و ستود معاملات انجام نشه. اما جمهور فقها به شمول احناف داد و ستود و تعاطیر مطلقا از جمله وسایل ابراز اراده میدارن. اصلا داد و ستود یعنی چی؟ مثلا میرم به دکان مرتبه دعی میگذارم یک فکر برمیدارم بدون از یک گپ بزنم،
فقط دقیق گذاشتم فکر داشتم اومدم بیرون. من اینجا داد و ستوت کردم به دبستان کردم هیچ گب نزدم آیا شده عقد صحیح هست یعنی در این مورد جمهور فقه ها به شمول احناف ایر میپذیرند اما بعضی از فقه ها در این مورد سخت گیری میکنند. مجلت الاحکام در ماده 175 خود میگه که اگر یک وقت داد و ستوت دال بر اراده باشه قابل قبول هست و اگر با اراده باطنی دلالت نکنه قابل قبول نیست. و اما در مورد نکاح هیچ کس نه فقه ها و نه قانون و نه مجله تعاطی دست به دست از اونها و سال ابراز اراده نمیدونه. یعنی اگر دختر یک بچه را به دست دختر را گرفت یا یک پدر بدون از یک گپ بزنه دست دختر خوب دست یک بچه داد یا یک بچه رفت دختر رفت دست بچه رو گرفت یا بچه دست دختر رو گرفت این به معنای این نیست که اینجا داد و ستود صورت گرفته و نکاح صورت گرفته. نه نکاح از خود حساب کتاب خاص خود داره با داد و ستود منعقد نمیشه. خب شرح وسایل ابراز اراده سکوت هم یک دیگه از موارد به اصطلاح یا وسایل ابراز اراده هست. در جان معاصر در تمام زمینه ها به اصطلاح سکوت مدار اعتبار هست. البته این سکوت نیاز هست که یعنی مفید یک اراده باشه. یعنی هر نوع سکوت مدار اعتبار نیست، سکوت مدار اعتبار هست که او سکوت به اصطلاح دلالت بر یک چیزی بکنه، بر رضایت بکنه. لا ينسب الى ساکت قول، برای یک انسان ساکت و چوب هیچ سخن نسبت داده نمیشه. پس در سکوت لازم هست که اولی که سکوت مبین یک اراده بالاخره باشه و یک نوع وضوح واضحاً بر یک تعامل دلالت داشته باشه داشته باشد. و همچنین قاعده فقهی هم میگه که لا ينسبو الى ساکت قول ولكن السکوت فی معرض الحاجت الى البیان بیانون. در مورد سکوت همین قاعده فقهی خیلی خیلی رول مهم و اهمیت داره. اولا سکوت باید مبین یک اراده باشه، یعنی انسان بتونه استشمام کنه بفهمه که همین یک اراده در همین جه هست و به گونه واضح بر یک تعامل دلالت بکنه. که باز ما از خلال مثال برشان میگم، مثلا برای یک دختر گفته میشه که تو دختر جان ما به عقد نکاح فلانی جان در آوردیم، او سکوت میکنه. خب سکوت از یه دلالت بر رضایت میکنه، معمولا به دلیل اینکه معمولا در مسائل ازدواج دخترها شرم میکنن و میشرمن مستقیما ابراز اراده نمیکنن. همه که چوب میکنن معنی اینه که قبول دارن، همه که چوب میکنن معنی او همی است که قبول دارن. خلاص دیگه این هم از جمله وسایل ابراز اراده است. ولی در اینجا ما قاعده فقهی که داریم که لا ينسب الى ساکت قول، برای یک آدم ساکت و چوب هیچ قولی نسبت داده نمیشه. ولكن السکوت فی معرض الحاجة بیان بیان، سکوت کردن در جایی که نیاز به بیان هست بیان است. مثلا اگر اون دختر خوش نداره که ما به عقد نکاح فلان جان در بیاریم، بعد همون بگه که من خوش ندارم، همین که سکوت میکنه خود از این سکوت از این بیان است. چرا؟ چون این در معرض حاجت به بیان سکوت کرده، این باید ابراز کنه که من خوش نیام، اما سکوت که میکنه خود از این هم بیان گفته میشه. به این جهت نکاح هم از دختر در صورتی که سکوت کنه موضوع بده توضیح داده بشه و سکوت کنه قابل قبول هست. عزیزان این بود درس امروز ما. شما تا درس آتی همه شما به خداوند بزرگ میسپارم. یا خوب